صلح فوشای شیرینی است بر زبان همه. سال هاست که مردم افغانستان صلح می طلبند. حکومت ها گذشت، رژیم ها تغییر کرد، اما این کشور به صلح پایدار دست نیافته است. ما صلح می خواهیم. نوشته ای از کودکان دانش آموز است که بر در و دیوار کابل به نظر می رسند. بسیاری ها در کشور در آرزوی تامین صلح پایدار در افغانستان بودند، اما هرگز آنان به این آرزویشان نرسیدند. پس از سرنگونی رژیم طالبان، امیدواری های مردم برای تامین صلح و آینده بهتر افغانستان بیشتر بوده است. حتی بسیاری از افغانانی که در بیرون از کشور به سر می بردند دوباره برگشتند. در افغانستان ما صلح بیاید، به خاطر که صلح آرامی و آزادی است. تمام مردم افغانستان صلح را دوست دارند. این بسنده نبود. بازرگانان با اعتماد کامل در افغانستان سرمایه گذاری های زیاده کردند. این سرمایه گذاری ها می تواند برای بالا رفتن اقتصاد و خودکفا شدن کشور ارزنده باشد. با واسطه همه مشکلات و با واسطه همه کمبودی های جدی که در 11 سال گذشته وجود داشت، 11 سال گذشته سالهای درخشانی در اقتصاد افغانستان بود و افغانستان از هیچ به سوی 100 سال دستاوردها حرکت کرد. اکنون افغانستان کشور نیست که 11 سال پیش بود. دیگر همه چیز در این کشور تغییر کرده است. زندگی مردمان افغانستان در این مدت با فراز و فرودهای همراه بوده است. در این کشور کسانی هستند که نسبت به سالهای پیش بهبودی های زیاد در همه بخشای زندگیشان به میان آمده است. این همه ساخت و ساز و بلند منزل های مجلل تایید است برای این گفته ها. تنها در کابل نه، بل در بسیاری از بخش‌های کشور کسانی را میتوان یافت که زندگیشان رونق خوبی گرفته است. ما فکر میکنم شاید از این بهتر شود و افغانستان آینده بهتر داشته باشد. وضعیت اقتصادی مردم افغانستان نسبت به سابق بسیار بهبود یافته است. تنها این روی یک سکه است. روی دیگر سکه زندگی پرچالش را در میان شهروندان کشور نشان می دهد. روز بارانی است، اما در اینجا متفاوت‌تر از دیگر بخش‌های کابل برف می‌بارد. در افغانستان کسانی هم هستند که در این مدت زندگیشان بدتر از گذشته‌ها شده است، مثل این خیمه‌نشینان. به نظر می‌رسد که این خیمه‌نشینان از همین نکنون چالش‌های زمستان را با آسمون می‌گیرند. په کابل کې خدای تاسې معلومه چې د یخنۍ څه چې بوټه نه وي وړه نه وي غوډې نه وي بل شی نه وي خدای اخیستی دا مومنان وړي موږ څه وکړو د کندهار کابل ته داسې موږ په کابل کې به ارامي په موږ باندې جنګونه به نه وي دلته چې دا د یخ د لاسه زموږ مومنان ګته یخیز به سمستان سال پر جان کودکان زیاد را در زیر این خیمه ها گرفت. این کودک هم ترسی که از سردی زمستان دارد، ذهنش به داشتن سرپناه مناسب مشغول شده است. مجرد زکا خواهلو برچه این خواهلو
بوټو شان نه لرو. سالها پیش غرب کابل مثل دیگر بخشای پایتخت به ویرانه مبدل شده بود. حال ساخت و ساز در اینجا آن چهره پیشینش را پوشیده است. اکنون های لای 2014 ذهن حرفخان را به خودش مشغول ساخته است. بیم از این سال بسیاری ها را در درون و بیرون از کشور با شک و تردید های نسبت به آینده ی افغانستان رو برو ساخته است. اگر کمک نیروهای خارجی نباشه، نیروهای بین المللی نباشه، وضعیت دیگرگون میشه. از طرف ولایت پکتیا هستیم، میفهمیم که موج طالب چیزا خیلی زیاد است. ما میفهمیم که بعد از 2014 مشکلات زیاد میشه. در این میان زنان نیست نسبت به سال 2014 نگران به نظر می رسند. دستاوردهایی که در این مدت زمان بر قسمت از خانم ها داشتیم، در قسمت پیشرفت حقوق زن، حقوق بشر، حقوق اطفال داشتیم، یعنی ممکن است که با آمدن 2014 یعنی همیشه ما از دست بدیم و وضعیت نگران کننده خواهی بود. اما هنوز هم کسانی هستند که با آینده کشورشان خوشبین هستند. موږ د خپل وطن نه په خپله دفاع کوی شو، موږ په خدای عقیده ده، انشاءالله ښه به وي. انشاءالله 2014 نه بعد به امن راځي، موږ په دې باندې مطمئن یو. این مرد نیز هم مانند دیگر هم وطنانش به فکر نگرانی های پس از سال 2014 است، اما باور ندارد که افغانستان دامنگیر چالش های پس از این سال شود. برداشت با چیزی نیست، کمک مردم نگران است، انشاءالله چیزی گفت نیست. نیروهای بومی، این نظامیان در سالهای پس از 2014 امتحان بزرگی را سپری می کنند. یعنی در برابر همه چالش های افغانستان به تنهایی می ایستند. هرچند هنوز هم توانایی ها و امکانات این نیروها پرسش برانگیز هستند. خارجی ها از اینجا خمیه برای سال 2014 ما خودی ما می تانیم که دفاع از تمام ارضی کشور بکنیم. بلکل یک کواییست. دیکیز مرزا پریس مشکل است. با این همه افغانستان تعهدات دراز مدت جامعه جهانی را نیز دارد. تعهداتی که ظاهراً آینده ای افغانستان را تضمین کرده می تواند. آرام آرام روشنی روز جایش را به تاریکی شب می دهد. یک روز دیگر تمام می شود. و افغانان هم در آرزوی آینده بهترشان هستند. آینده ای که همه خوب بدین کشور به دست خود افغانان خواهد بود.